به نام او که عاشق شد و به این عشق آری گفت و سرفرازانه بر تناب داری بر تناب دار برای عهدی که بسته بوسه زد. به یاد دوستانم که نمادی از عشق، محبت و وفا بودند. به یاد کسانی که آگاهانه مرگ را برگزیدند تا به انسانیت معنا و مفهوم ببخشند. تا زندگی و آزادی را به مردمی که از صمیم قلب دوست داشتند هدیه دهند. با سلام به همه شنوندگان محترم این برنامه. امروز ما در اینجا مهمان محترمی را داریم که از آن راهروهای مرگ عبور کرده و شاهد آن روزهای سخت اما پرشور بودند. آقای مرندی رو ما در اینجا در کنار خودمون داریم. سلام به شما آقای مرندی. لطفاً ضمن معرفی خودتون و علت دستگیریتون از شرایط زندان در سالها به ما بگید. من خدمت شما سلام عرض میکنم. من نصرالله مرندی هستم. ببخشید تصویرم الان مناسب هست؟ فکر میکنم بعد دوربینتون رو بچرخونید. بعد من سال 1360 تا 1370 در زندان‌های اوین، گوهردش و قزلسار بودم و به جرم من هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود و در واقع به مدت 10 سال هم این زندان‌ها رو سپری کردم. میشه یه مختصری از شرایط اون روزها برامون بگیم؟ چون شنوندگان ما ممکنه یه عده با سالهای 60 دهه 60 آشنا نباشند که شرایط زندان به چه صورت بوده. نکته قابل مهمی که در اون مقطع، در واقع شاید سال 60 هول و هوش 1.5-2 سال بیشتر از سقوط رژیم قبلی نبود و یک فضایی به نسبه بازی به وجود اومده بود. همه جریانات سیاسی میتونستن کمی صحبت خودشونو بکنن، ولی از اونجایی که همیشه اگر یک فضای دموکراتیک یا حتی نیم دموکراتیک کسایی حرف برای گفتن داشته باشن، کسایی حرفشون جذابه که درونش آزادی خواهی و یک زندگی آرامش و راحت برای مردم باشه، چون که خمینی قطعا نه این تفکر رو داشت و نه این ماهیت رو داشت، تحمل این شرایط رو نداشت و به سرعت در کمتر از 1.5 سال فضای اختناق و سرکوب تو جامعه به وجود آورد. در اون دوران شاید بیش از 80%، 85% دانشگاه‌ها در کنترل نیروهای انقلابی، نیروهای مترقی از جمله مجاهدین خلق بود. این باعث شده بود که خمینی به سرعت دست به جنایت و همون سرکوبی که برای همه بزنه که حتما تو جریان هستیم، 30 خرداد 60، یک سرفصل جدیدی که خمینی جنگ خودشو با مردم ایران، با نیروهای مترقی، با روشنفکران، با هر کسی که خواهان آزادی بود شروع کرد و در مدت کوتاهی دست به یک قتل عام گسترده علیه همه اینا زد که من که شاید نسل ما اون زمان این مرحله رو لمس کرد، در اون شرایط تنفس کرد، ولی نسلی که شاید بعداً به وجود اومدن و خمینی سعی کرد با اون ریاکارانه و ارتجایی خودش وارونه جلوه به واقعیت‌های اون روز جامعه رو، ولی امروز خوشبختانه به دلیل وجود فضای روز مدیا و فضای مجازی که وجود داره، همه تونستن به اون دوران هم نسلای بعد که اومدن پی ببرن. به خاطر همین به سرعت زندان‌ها پر شد و دستی خرداد شکنجه اعدام به راه شد و این باعث شد که شبهایی بیش از ده‌ها، صدها، هزاران نفر به جوخه‌های اعدام سپرده شدن، از کودکان 12-13 ساله. اگر میگم کودکان به دلیل صفت سنه، ولی اینا شیرمردان و شیرزنانی بودن که این دیو و هیولای اختناق که خمینی سرش نشسته بود قتل عام گسترده زد و من هم به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین در اون مقطع 21 سالم بود و اینا حمله میکنن منو بگیرن و چون که نمیخواستم تسلیم اینا برن، منو به رگبار میبندن و به همون شکل به زیر شکنجه میبرن. شکنجه های وحشتناکی که خیلی 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 زندانی ها رو همه تحمل میکردن، ولی
روی یک عنصر وامیستادن و اون عنصر مقاومت بود که مفهومش هم آزادی میخواستن و به همین دادگاه های چند دقیقه‌ای صرفاً به جرم خواندن نشریه یک نوع نگاهشون جدای نگاه خمینی جنایتکار باعث میشد که به جوخهای اعدام سپرده شدن. و اگر از زندان بخوام بگم، خب این یک بحث خیلی طولانیه، ولی زندان خمینی همون چیزی هست که امروز یا در شرایط موجود دست به قتل عام مردم خمینی میزنه، رژیم خمینی از جمله امروز شرایط موجود جامعه همون. زندان ها شاید بحث مفصلی باشه تو مرحله بعد اگه صلاح دیدی من میتونم صحبت کنم، ولی بله در اون زندان ها بسیاری بسیاری که ما حتی حدوداً آمار بیش از 100 و خورده 1000 نفر رو تا اونجایی که تونستیم به دست بیاریم اینها به جوخهای اعدام سپردن، ولی چیزی که باعث شده که موندگار بشه اون مقاومت ها بود که امروز ما میبینیم در شورش ها، در قیام ها و در نه کلی مردم ما، جامعه ما، این 80 میلیون به رژیمی که ورشکسته و مانده از خمینی به جا مانده. بله ممنون از توضیحتون. بله گفتین کودکان، البته من نوجوان بودم، من خودم در 15 سالگی در سال 60 دستگیر شدم و شاهد تمام این صحنه هایی که میگید بودم. بله واقعا مقاومتی که بچه ها میکردن تو اون دوران در زندان واقعا وصف نشدنیه. درود بر تمامی اون زندانیان، چه اون دوره چه مقاومین الان، زندانیان مقاوم الان که در واقع همون پروسه رو دارن میگذرونن حالا به نحو دیگه، و درود بر تمام اون شهدا و سربداران سرفراز. آقای مرندی، همونطور که اطلاع پیدا کردیم حمید نوری مثل این که 2 سال پیش دستگیر شد و حالا اگر شما برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید که به چه نحوی ایشون دستگیر شدن و روند اصلا دادگاه سوئد برای چی تشکیل شد برای نگهداری این جانی، ایشون که چه عرض کنم جانی. من نمیدونم چقدر فرصت دارم برای نکات چون که مجبورم. شما وقت بار شماست، ما در خدمت شما هستیم. حمید نوری همینطوری که مقدمه هم بدونین، حمید نوری یکی از جنایتکارانی بود که در کشتار و قتل عام سال 1367 یکی از عناصر کلیدی این کشتار در زندان گوهردش بود. اون موقع پست حمید نوری به عنوان معاون دادیار در زندان گوهردش بود. کسانی معاون دادیار یا دادیار می شدن که قبل از این در شعبات بازجویی تجربه به دست می آوردن و مهمتر از همه سرسپردگی و جنایت بسیاری و کشتار بسیاری باید ما از همون جوانان و نوجوانانی که داریم اشاره میکنیم دستگیر شدن انجام میدادن که اینها بیان ارتقاء درجه بگیرن به دادگاری برسن. چیزی که امروز اگر داریم توضیح میدیم یک رژیمی که تمامی عناصرش اگر پست و مقام گرفتن قبل از هر چیزی باید در جبهه‌ای که مقابل نیروهای انقلابی، نیروهای روشنفکر از جمله مجاهدین که اکثریت اون نیروها رو شاملش میشد، باید این عناصر اوج وحشیگری خودشون رو نشان میدادن تا میتونستن. همینطوری که حتی شنیدیم ناصریان میگه این از سال 60 با من کار میکرده، یک نواری که ازش منتشر شده، ناصریان بازجوی شعبه 3 بود. بسیاری همون قاضی مقیسی بسیاری را به جوخه‌های اعدام سپرد، بسیاری را ناقص عضو کرد و بسیاری را ناپدید کرد که این بعد از سقوط این رژیم باید در یک دادگاه های مردمی از دهان خود همین جنایتکاران ما بتونیم به این سری اسراری که هنوز کشف نشده دست یابیم. حمید نوری کمک ناصریان بود و به طور مشخص در سال 64 به بعد با ناصریان ارتقاء مقام پیدا میکنه. ناصریان میشه دادیار زندان و حمید نوری میشه کمکش. در سال 67 حمید نوری کمک دادیار یا فرد دوم بعد از دادیار ناصریان در زندان گوهردش بود. نقش حمید نوری این بوده که در کنار ناصریان و داوود لشکری مسئول امنیت، یک جنایتکار دیگه مسئول امنیتی زندان، زندانی ها رو آماده می کردن با شرایط موجود و ده ها صدها هزاران نفر رو با سرعت تمام
می بردن پیش هیئت کشتار، هیئت مرگ، که در اون زمان رئیسی هم یکی از رئیس جمهور امروز رژیم یکی از این عناصر بود برای محاکمه. پس حمید نوری یک جنایتکاریه که به طور گسترده جنایت کرده. اما وارد اصل قضیه، حمید نوری چگونه دستگیر شد؟ حمید نوری در 9 نوامبر 2019 دستگیر شد و از تقریبا نزدیک یک سال و خورده ای، نزدیک 2 ساله که در زندان سوئد به سر میبره و الان هفته پیش به طور رسمی دادگاهش روشن شد. این سوال دو بخش داره. یه بخشش چگونگی دستگیری حمید نوری. حمید نوری، من زیاد نمیخوام الان تو این قسمتش بپردازم، حمید نوری مثل بقیه عناصر جنایتکار این رژیم در درون رژیم، من فقط اشاره میکنم به نوار صوتی که ناصریان و مخلصی که امروز نقش کلیدی در قوه قضاییه رژیم داره و از جمله رازینی که یکی از به اصطلاح قضات ضد شرع بوده که ده ها و صدها و هزاران حکم اعدام صادر کرده، به حمید نوری میگن نرو در سوئد، اگر بری تو امکان داره دستگیر بشی. این نوار کاملا در فضای مجازی تو اینترنت هست، یعنی قبل از اومدن این، که ما معتقدیم با اسناد و مدارک کاملی که به دست آوردیم که الان میخوام حالا اصلا نمیخوام زیاد بهش بپردازم، حمید نوری در واقع در جنگ گرگها و ما بین جناحین خودشون و یک پروژه اطلاعاتی ما بین وزارت اطلاعات رژیم و اطلاعات سپاه درگیری هایی که و گرو کشی که داشتن، حمید نوری علارغم این که سری اطلاعاتی همجناهای خودش بهش میدن تو دستگیر میشی، ولی به هر حال یه سری اطمینان خاطر هم شاید بهش میدن و به سوئد میاد و برای این که هدف کلی که داشتن در اینجا دو تا هدف داشتن، اون جنایی که حمید نوری رو به نوعی میخواد بیاد اینجا بیاره. تو پرانتز ببین، همین رژیم سعید امامی رم معاون اطلاعات رژیم بوده، میاد واجبی میخورونتش. همین رژیم یک سال قبل میاد قاضی منصوری که یکی از قاضی هایی بود که بیشترین حکم ها رو در جامعه مخصوصا تو اسید پاشی و غیره داده بود و خودکشی میکشونتش در رومانی. پس این رژیم قربانی کردن عناصر خودش برای بقای خودش یا تو باندهای خودشون گروکشی از هم یه چیز طبیعی که الان بوزو بحث ما نیست. ولی هدفی که داشتن، دو تا هدف داشتن، یک میخواستن در اینجا با یک پروژه سنگین اطلاعاتی که رژیم پیش گرفته بود، میخواست حمید بیاد بتونه یک جنبش دادخواهی که مقاومت ایران تقریبا از سال 2016 به طور جدی شروع این جنبش دادخواهی در واقع از فردای قتل عام در شهریور 1367 شروع شده بود، برای اینکه اینو بتونه ضعیف بکنه و به انحراف یا در به شکل بیرونی بتونه اینو خچه بهش وارد بکنه، ضربه به جنبش دادخواهی بوده که به طور جدی برای اون 30,000 قتل عام شدگانی که به طور برای این جنبش دادخواهی میتونه رژیمو در تنگنای سرنگونی بیشتر قرار بده، و دوم اینکه عناصر دیگه خودش که عناصر مزدور نفوذی داشت در این سوئد به طور مشخص، فردی به نام مسقاطی بوده رو سفیدسازی بکنه که به این دوتا وسیله بتونه اهداف بزرگتری رو دست بهش پیدا کنه. خب این یه بحثه که ما حالا بعدن بهش میپردازیم. اما دادگاه سوئد، در دادگاه سوئد در این دادگاه همینجور که میدونین دادگاه ها معمولا موقعی که یک جنایتکاری دستگیر میشه باید دلایل خاصی هم داشته باشه. این فردی که اینجا میاد در اینجا قرار میگیره، من خودم چون که در این سوئد زندگی میکنم، بلافاصله فردای روزی که حمید نوری دستگیر میشه به وسیله وکیل خودم بلافاصله اقدام میکنم و شکایت علیه حمید نوری رو چون که میشناختمش و در راهروی مرگ گوهردش دیده بودم و ثبت میکنم. ولی در ادامه این بلافاصله سازمان مجاهدین خلق 1,000 اسم زندانی سیاسی که در اروپا و بخشیشون در آلبانی مستقرن، اعضای مجاهدین،
اینها رو به از کانال عفو بین الملل ثبت میکنه در دادستانی سوئد و صد و خورده ای از این افراد کسایی بودن که خودشون راه روی مرگ رو گذرونده بودن یا حمید نوری رو شناخت داشتن براش، اینها رو ثبت میکنه. در چهار نوبت اسامی برای این که به طور ثبت رسمی و بین المللی باشه از کانال عفو بین الملل ثبت میکنه. پس حضور ما به طور جدی به عنوان کسانی که شاکی این پرونده بودیم و یک جنایتکاری که در قتل عام شهدای مجاهدین نقش مستقیم داشته، چون که 90% از قتل عام شدگان 1367 اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بودن در زندان ها، پس به تبع امروز هم شاکی های این پرونده بیش از 90%شون از هواداران اعضای خانواده مجاهدین و خانواده شهدا هستند و زندانی های مجاهدینی که خودشون در زندان بودن، اینجا ثبت میشه و این دادگاه شروع میشه. پس تا اینجا در واقع میشه گفت در یک جبهه جدیدی ما بین مجاهدین با رژیم خمینی، دادگاهی کردن رژیم خمینی شروع شده و این اگر رژیم در ابتدا به ساکن با هر نیتی که قطعا بخشیش رو در آینده شاید روشن بشه اهدافی که با مکانیزمایی که میخواست به کار ببره، ولی امروز این دادگاه تبدیل شده محاکمه کلیت نظام که البته پرونده به طور خاص چون که به حمید نوری ربط داره با محاکمه حمید نوری. حالا اگر نکته ای هست من میتونم مرحله مرحله بیشتر توضیح بدم. شما خیلی خوب توضیح دادین همه خیلی از سوالایی رو که من آماده کرده بودم که از شما سوال کنم جواب دادین، ولی یه نکته ای که گفتید خیلی جالب بود که من یه تأکیدی بکنم روش، که شروع جنبش دادخواهی دقیقا از همون سال 1367، یعنی تقریبا کمتر از شاید یک ماه بود که توسط آقای مسعود رجوی شروع شد. اون زمان من در اوینز بودم، گوهردشت نبودم که بتونم به عنوان شاکی این پرونده باشم، ولی توی اوین بودم و اعدام ها به یک باره متوقف شد. بعدها ما فهمیدیم که یعنی نمیدونستیم مثلا چه اتفاقی داره میفته و در چه مرحله هستش، ولی چیزی که بعدا ما متوجه شدیم این بود که به علت فعالیت های مجاهدین و که به خصوص آقای مسعود رجوی که درخواست هایی که داده بودن، اطلاعیه هایی که داده بودن و خواسته بودن از جوابه بین المللی که به زندان های ایران رسیدگی کنن، اینها مجبور شدن برای یک مقطعی اعدام ها رو متوقف کنن تا بعدا تعیین تکلیف کنن با ما، ولی دیگه نتونستن ادامه بدن به علت فعالیت های گسترده‌ای که انجام شد و ما بقیه بچه هایی که موندن، یعنی در واقع بازماندگان در اثر این تلاش ها هستن. بنابراین آغاز جنبش دادخواهی دقیقا همونطور که شما فرمودید از همون سال 67 توسط آقای رجوی بود که بعداً توسط خانم مریم رجوی دنبال شد و به طور گسترده فعالیتش رو از سال 2016 یا اواخر 2015 بود فکر میکنم شروع کرد. ممنون از توضیحاتتون. میخواستم ببینم که به نظر شما چرا رژیم سکوت کرد در برابر این دستگیری؟ چرا پشتش نمید؟ همطور که ما دیدیم توی دادگاه اسدی خیلی تلاش کرد که اسدالله اسدی رو آزادش بکنه، ولی اینجا سکوت کرد و هیچی نمیگه. حالا من اگر خواستین تو فرصت بعد مقداریم اگر میخواییم جزئیات این سه جلسه دادگاه رو حتما بدم، اما نکته که میگین رژیم سکوت کرده. نکته مهم اینه که ببینین رژیم یه مقطعی بعد از اینکه سال 2016 در واقع تمامی اعضای سازمان مجاهدین از عراق میتونن بر اصل مجموعه کارهای سیاسی که میکنن و همه سلامت به البته مبنای اصلیش مقاومت‌های خودشون بوده از 2003 به بعد که شرایط عراق تغییر میکنه و به طور به مرور زمان مخصوصا زمانی که رژیم ایران میاد خودشو در عراق تثبیت میکنه به وسیله عواملی هم که داشته از جمله مالکی و غیره، اینه که اینها به اصطلاحا اون هجرت بزرگی که ما بهش اطلاق میکنیم به آلبانی میان
رژیم در واقع خل سلاح میشه. موقع که خل سلاح بشه دیگه دست نمیتونه، چون که رژیم گذاشته بود که پایان کار فیزیکی مجاهدین در عراق صورت بگیری، همچین دستگاهی، و اینم در صرفا ادعا نیست، میزان حملات بمبارون ها و موشک بارون هایی که به طور گسترده کرده بود، ولی با هوشیاری مجاهدین و رهبریشون و با مقاومت تک تک اون عناصر تونستن این پروسه رو بگذرونن. ولی نکته که اشاره میکنیم، رژیم برای اینکه این ضربه استراتژی خورد، من کلمه استراتژی رو به خاطر این به کار میبرم چون که در ضربات استراتژی ضرباتی نیست قابل جبران، یعنی پایه‌هایی از اون حاکمیت رو به لرزه انداخته، به خاطر همین رژیم میاد دست به یک ریسک بزرگ میزنه و اون ریسک این که میاد یک عمل بزرگ تروریستی رو به وسیله بالاترین و پیچیده‌ترین عنصر اطلاعاتی که حتی دیپلماتش رسما در اروپا میدونید، این اسدالله اسدی بالاترین فرد اطلاعاتی رژیم در اروپا بوده، یعنی صرفا محل کارش در اتریش بوده، ولی شبکه اطلاعاتیش با اسناد و مدارکی که بعداً به دست اومد و اون دفتره چه سبزی که حتی سرشاخه های اطلاعاتی این جنایتکار به دست اومد در کل اروپا حداقل مسئولیتش به عهده این بود. این میاد چیکار میکنه؟ دست عمل تروریستی میزنه و میخواستن ویلپن، یعنی اون اجلاس سالانه سازمان مجاهدین و که در ویلپن انجام میشد و بیش از 70-80 هزار نفر، حتی بعضی اخبارگزاری تا 100 هزار تا افراد شرکت میکردن و به انفجار بکشونه. حالا اگر خدای نکرده میشد چه اتفاقاتی میفتاد یه بحث دیگه. اینجاست اسدالله اسدی دیپلمات رژیم بوده و زمانی که همچین پیش میاد و هر حال رژیم نمیتونه کامل از شونه خالی بکنه. ولی در رابطه با حمید نوری، همینطوری که من مقدمش اشاره کردم، در رابطه با حمید نوری، اینها قطعا این نیست که دشمن هر پروژه‌ای رو میچینه که بتونه صد صداتون قطع شده. الان صدا چطوره؟ الو؟ بله الان صدا. بله. پروژه اسدالله اسدی هم دیدیم که به هر حال با تمام پیچیدگی‌هایی که رژیم به کار برده بود با همکاری پلیس اروپا به شکست برخورد کرد. ولی در این مسئله حمید نوری هم رژیم، من معتقد زیاد نیستم، سکوت کرده. چرا؟ چون که رژیم با انقدر نسبت به این عمل خودش موفق فکر میکرد، با عوامل نفوذی که در اینجا گذاشته بود که این پروژه هم مقطعی یک عنصری میاد، احتمالاً حالا شاید چند سبای کوتاهی هم دستگیر بشه، خارج بشه و از طرفی اون هدف سیاسی که داشت یک عنصری رو سفیدسازی بکنه، نتیجهش مهم نبود دیگه چی میخواد براش بشه، سفیدسازی بکنه بتونه سوار بشه. پس اگر ما بگیم رژیم سکوت کرده، من زیاد معتقد نیستم قطعاً، و این فرضم چون که اصطلاحاً غیر دیپلماتیک اومده و به یک به اصطلاح با پاس شخصی اومده وارد شده، اینه که یک مقداری با هر نوع وارد شدنش، اگر وارد بشه به طور رسمی، یعنی بالاترین عنصر رژیم که خامنه‌ای و رئیسی هست و به پای محاکمه کشیده میشه. یکی از استدلالاتم همینه. پی روز که من در دادگاه نشسته بودم، من یکی از شاکی هستم و اتفاقا خوشبختانه حضور دارم در اون دادگاه، موقع که دادستان سوئد میاد میگه که زمان قتل عام ها در 67 زمانی که افراد رو نزد هیئت مرگ می بردن و هیئت مرگ رو که داره می خونه که این بر اثر شهادت هایی که من و دوستانم و دوستان ما در اشرف آلبانی هستن دادیم، هیئت مرگ که 5 نفر بودن از اشراقی، رئیسی، نیری، پور محمدی و شوشدری در تهران و من تهران رو دارم اشاره می کنم، ما اسم رئیسی که میاد داستان میگه رئیسی هم جز هیئت مرگ بود، اکنون رئیس جمهور ایران است. پس شما ببین جمهور رژیم اگر بخواد وارد بشه، اولین جایی که خودش بزرگترین ضربه استراتژیک میخوره. پس سوال پیش میاد همین رئیس جمهور مالا باید بیاد جواب بده، ولی اینکه جواب نمیده قطعا به وسیله عواملش، لابیگری هاش، به وسیله
به هر حال اگر اون رادیو تلویزیون هایی که به اصطلاح فارسی زبانن ولی دارن عجیب رژیم میخورن در همین خارج کشور، از اینها سعی میکنه خطوطش رو جلو ببره. خطوطش چیه؟ یک، بی‌هویت نشون دادن اون سربداران. خب اینا که اعدام شدن کی بودن؟ آقا اینا توی جزیره که جمع نشده بودن، اینها عناصری بودن که 90% چون به اتهام هوادار سازمان مجاهدین و لحظه ای جلوی این هیئت مرگ می نشستن اتهام می گفتن ما مجاهدیم. مجاهد صرفا یک اسم نیست، بلکه ادبیات ما آزادی خواهیم، ما برای آزادی مردممون می خواهیم بجنگیم. ما با این به دلیل آزادی خواهی ما دستگیر شدیم و اینها به جوخای اعدام سپردن. پس یک، دوم این که در این نقطه در واقع رژیم سعی میکنه، حالا که اگر رژیم دستش بسته است برای اینکه عریان وارد بشه، اونم بسته است به خاطر اینکه وحشتی که از این داره، از جنبش دادخواهی داره. من همش دارم محاکمه حمید نوری رو جدای از جنبش دادخواهی نیست میگم، کمیت اعدام شدگان رو بیاره اعداد. دلیل اینه که موقعی که ما کمیت یک حد جنایتی رو ما کوچیکش جلوه بدیم، به همون سبب، به همون دلیل میخوان ابعادش رو بدن. در اینجا بیش از 30,000 تا به جوقه اعدام سپرده شدن. فقط من خلاصه یه نکته بگم، در این پرونده 110 تا شهدای مجاهدین و بچه های غیر مجاهد هست در این پرونده حمید نوری، که البته کسایی که در راهرو مرگ گوهردش اعدام شدن که نوری دست داشته مستقیم یا غیر مستقیم در قتل این افراد. ولی ما دیروز پیروز در همون جا، یعنی روز آخر همین دادگاه هفته اولش، اسم 444 نفری که باز دوباره در همین راه رو به حساب به جوخه‌های اعدام سپرده شدن و همه هم از اعضای مجاهدین بودن و به دادگاه رای دادیم. یعنی بیش از اون ارقام و اعدادی هست که ما داریم روی صحبت میکنیم. یا نکته دیگه، بچه های استان کرمانشاه و استان ایلام، من دارم از دوتا استان صحبت میکنم، تقریبا اوایل مرداد 67، 3 الی 4 روز قبل از شروع قتل عام، اینها رو انتقال میدن به تهران و در همون زندان گوهردشت که حداقل دوتاشون زیر بند خود ما بودن، ما با اینا ارتباط اولیه برقرار کردیم که اعدام ها که شروع میشه یک نفر از آنها رو ما ندیدیم و هیچ اطلاعی هم نداشتیم. بعد از زندانمون هم هست به وسیله بچه هایی که دوستانی داشتیم که در بار اون منطقه اون استان ها بودن پیگیری کردیم، یکی از اون اسامی اون زندانی ها نبود. یعنی جنایت از لحاظ کمیت بیش از 30,000 نفره، از لحاظ هویت، هویت این زندانی ها هوادار سازمان حداقل 90% چون هوادار سازمان مجاهدین بودن. پس رژیم، من نظر شخصی منه، حتما در این پرونده سکوت که نکرده هیچی، اگر با چراغ روشن بیاد خودشو انداخته، امیدواریم که این کار کنه و ما اتفاقا استقبال میکنیم. چراغ خاموشم بیاد با فعال بودن ما و اسناد پرونده، نمیخوایم چیزی از بیرون بیاریم، همین اسناد پرونده خط به خطش هویت اون اعدام شده ها و کمیت اون اعدام شده ها، باز هم تاکید میکنم بیش از 90%شون از سازمان مجاهدین. من کلمه 90 میارم که اینجا یه موقع نگم آقا همه بودن، شاید یکی بگه مثلا فرقی نمیکنه برای ما، همه اون شهدای برای ما مجاهد غیر مجاهدش برای آزادی رفتن و گرانقدرن، قطعا یه روزی مردم ما قدر اون کسا رو، اون شهدا رو خواهد دونست. بله ممنون. یه نکته ای که گفتید رژیم میخواد اینا رو بی هویت نشون بده، در واقع حکم خمینی، فتوای خمینی این بود که تمامی زندانیایی بر جرم نفاقشون، یعنی این کلمه بود که ترمیه که خود این جلادان و خود این رژیم استفاده میکنه برای مجاهدین، نفاق و کسانی که بر جرم نفاقشون هنوز پایدارن، اینها سریعا اعدام بشن. یعنی خودش داره تاکید میکنه بر هویت مجاهدی اینها. و همونطور که شما گفتین، خب بله یه 10% هم البته توی خواهران نبوده، خواهران اوین تا اونجایی که من اطلاع چون من تو اوین بودم به هیچ وجه از بچه های گروه های چپ نبوده، ولی توی برادران چون بوده، اونها هم بعد از آن به در واقع در ادامه مجاهدین اعدام شدن
وقتی که دیدن که با تا حدودی میتونن با سکوت و در خفا ادعی رو ادام کنن، گفتن خب پس اینا رو میتونیم زمیمشون بکنیم. بله، ولی کاری که از پیش نمیتونه ببره، و امیدوارم من روزی بشه که تمامی ما زندانیان، چه اونهایی که در این راهروها بودن، چه اونهایی که بازمانده هستن در تمامی زندانهای رژیم در اون زمان، و چه کسانی که در اون دهه در هر صورت زندانی بودن، بتونیم در این دادگاه حاضر بشیم و خواستار محاکمه تمامی سردمداران این رژیم جرم و جنایت باشیم به امید اون روز، و اینکه بتونیم اصلا این دادگاه ها رو در داخل ایران آزاد تشکیل بدیم. همطور که فرمودید شما جزو شاکیان هستین، ممکنه برامون یه توضیح بدید که فرق بین شاهد و شاکی چیه، و چند درصد و چه تعدادی شاکی هستین و چه تعدادی شاهد؟ تشکر که این سوالات اساسی که حتی ما هر تعداد جاهای مختلف گفته بشه ولی لازمه، شاید به دلایلی افراد نشیده باشن یا هر کسی از یه کانالی موضوع رو بفهمه. قضیه به این شکلی که این پرونده بیش از 8000 صفحه پرونده است، یعنی بیش از 8000 صفحه گفته ها و شهادت ها و مسائلی که در رابطه با جنایت حمید نوری و رؤساش بوده گفته شده، و در این پرونده تقریبا اینا حدود 100 نفر رو بازپرسی کردن و دادستانی سوئد درخواست به حساب مراجعه کردن. اینا خیلی بسیاری افراد هستند از دوستان خود ما، از هواداران مجاهدین و از کادرهای مجاهدین که هنوز نکردن و دادستانی اعلام کرده به دلیل گستردگی مدارک همین میزان برای ما کافیه. یعنی اگر این پرونده ادامه داشت قطعا ده ها صد ها حداقل، من تا اونجا که من میشناسم عزیزی، اونایی که حتی در این طرف هستن، اونایی که حالا ایران هستن بماند به دلیل شرایط امنیتی نمیتونن دخالت بکنن، اینه که در این پرونده افراد بودن برای حضور بودن. اینها اومدن بعد از همه این مجموعه ها و شهادت های کاملی که داده شده، تقریبا 26 نفر رو به عنوان شاکی در دادگاه میبرن. این 26 نفر حالا ارقامی که دوتا بالاتر امکان داره تغییرم بکنه، این 26 نفر کسایی هستن که دقیقا راهروی مرگ حضور داشتن و در اونجا حمید نوری رو دیدن. چون که اینجا پرونده به خاطر این داره تشکیل میشه، دادستانی سوئد که میگه ما مطمئن بشیم با مدارکی که موجود هست این فرد، افراد شهادتی که دارن میدن دیدنش خودشون حضور، یعنی شنیده ها صرفا قابل قبول نیست، اگرچه خیلی از اون شنیده ها تکمیل کننده داشته های دادستانی سوئد هست. تعدادی هستن به نام شاهدین میگن. شاهدین کسایی هستن، خانواده هاشون، فرزندانشون، همسرانشون در این قتل عام دست دادن. البته اینها هم بسیارن، اگر به مجاهدین بخوای حساب بکنی فکر کنم صدها هزاران پرونده مجاهدین در همین اروپا خانواده هاشون هستن که در اون قتل عام 30000 تا اعدام شدن، و به طور همون گوهردشتی که پایان قتل عام ها یه بند کوچیک و مونده بود و همه اعدام شده بودن وجود داره. پس تفاوت شاکی و شاهد اینه، اونا خیلی افراد بودن، دوستان هستن اینجا، کشورهای مختلف حمید نورو میشناختن ولی در اوین میشناختنش، اینها رو قبول نکردن، گفتن تمام کسایی که در راهروی گوهردشت نشستن و اونها به عنوان شاکی ها هستن. تعداد محدودی هم راندومی از خانواده ها بردن، خیلی عدد کمه، شاید زیر انگشتان دست باشه، که اینها هم باز اکثریت چون همین هواداران به حساب خانواده های مجاهدین هستن، چون که بچه هاشون اعدام شده بودن، و اینها به حساب جز به شاهدین. پس در مجموع حدوداً چیزی حدود 30-32 تا شاید در دادگاه حضور پیدا کنن برای شهادت دادن، یعنی زمان دارن که بتونن در فواصل مختلف شرکت بکنن. ولی این دال برید نمیشه که اون صحبت هایی که بقیه کردن، استدلالاتی که دادن و مطرحش قابل توجه است که تقریبا چیزی حدود اکثریت این افراد کسایی هستن که خودشون از اعضای مجاهدین هستن، امروز در اشرف سه هستن، علارغم که خود اون اشرف سه هم خیلی از دوستان ما هستن، از جمله
دوستانی که خودم میشناسمشون اطلاع دارم ازشون، امثال مشتبه اخگر و خیلی کسای دیگه، و اینها هم اسامیشون رو ثبت کردن، منتظر بودن، ولی داستانی سوئد استوب زده، میگه فعلا دیگه کافیه منه. یا در همین جا در کشورهای اروپایی هستن، دوستان بسیاری ما داریم، راهرو مرگم بودن، یعنی شرایط وجود بده ورود به این دادگاه رو داشتن، به بازپرسی رو داشتن، ولی داستانی میگه به دلیل گستردگیش استوب زده. پس تفاوت شاهد و شاکی در این پرونده اینه، ولی اینا دال بر این نمیشه صحبت ها و یا شهادت ها و یا اطلاعاتی که بقیه دادن. نمونهش همین که من به شما میگم 110 تا حدودا اسم شهدا برده که در داستانی سوئد هم روز دوم اسامی شهدا خونده شده، ولی ما خودمون حداقل 444 تا که جدید تونستیم، که البته هرچی تکمیل میکنیم ارائه میدیم به داستانی، یه ثبت میشه موقعی که ما میاریم از کانال وکلا ارائه میدیم، میگیم ببین یه 444 تا فقط ما بچه مجاهد رو میدونیم، شما 110 تاشو حداقل 4 برابرشو باز میتونیم ادامه بدیم، ولی اونا هم که ثبت میشه به هر حال پایه های حقوقی برای این کیس داره. یه سوال برای من پیش میاد که چرا دادگاه سوئد وارد شده؟ یعنی میدونم تو سوئد دستگیر شده، ولی اینکه تونسته این رو به عنوان یک محاکمه آغاز بکنه، چون این تا اونجایی که میدونیم این اعدام داخل ایران بوده، یعنی محاکمه یک کشور خارجی، چطوری تونسته واردش بشه و این رو نگه داره برای 2 سال؟ خب من نکته رو اول توضیح دادم که چگونه وارد شده، اهدافی برای وارد شدن بود، اون میگذریم که اصلا ما هم اونو ول نخواهیم کرد تا آخرش هم میریم، چون این پرونده در با حمید نوریه و اصلا اونو هم یک مهر است، چه اون نفوذی مزدورش، چه اون دستگاهی که وزارت اطلاعات، همه مهرن، همونجور که حمید نوری هم برای رژیم گاه گداری مهره میشد، سعید امامی هم مهره میشد، ما اطلاعات رژیم در نظر میگیریم. خب موقعی که ما میایم تو این قسمت، سوئد یکی از کشورهای دموکراتیکه، یکی از کشورهایی که طبق اصول درونی خود اتحادیه اروپا اگر جنایتی در جای دیگه صورت بگیره، اینها خودشون به دلیل مسئله کنوانسیون هایی که در سازمان ملل ثبته، حقوق بشر، اینها خودشون موظف میدونن به اونها عکس العمل نشون بدن. غالبا این نوع محاکمه ها برای افرادی پیش میفته بعد از سقوط رژیم ها، فلان دیکتاتوری میره در فلان کشوری مخفیانه زندگی میکنه، ولی الان این دیکتاتوری هنوز حاکمه، یکی از اعضاش اومده و گرفتنش، حالا گرفته شده. اتفاقا نکته جالبیه، خوشبختانه این در سوئد اتفاق افتاد. سوئد که از کشورهای موقعی که فقط کافیه به هر حال این قوه قضاییه، موقعی که خود ما به طور گسترده، من نکته که دارم بهتون اشاره میکنم، ببین این 15 روز بعد دستگیریش ما اسامی سازمان مجاهدین 1000 زندانی ارائه میده و 100 خورده ای افرادی که راهروی مرگ و حمید نوری رو میشناختن، یه دفعه این استوب میزنه، میفهمه سند خیلی بزرگه، بحث فرد نیست، بحث سازمان مجاهدین مطرح میشه. اینجاست که سوئد از 2014 یه قانونی داره درون خودش، 2014 به بعد این جنایتکارا هر جا بیان اینا رو میتونه دستگیر کنه، ولی این قانون 2014 به بعده، ولی برای این که بتونه به سوئد، در واقع میتونم بگم همون زمانی که ما از کانال عفو بین الملل مدارک رو ارائه دادیم، به این رسیده بود این جنایتکار درسته ثبت شده است، ولی اتفاقا اون نواری هم که از رازینی داده میشه از توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت، دقیقاً هویت اینو برای پلیس سوئد ثابت میکنه یک هفته، چون که در اون نوار ثبت میشه، میگه نرو حمید عباسی، حمید نوری نری ها، اینا صحبتای ما، دیالوگ ما بین خودشونه، تو ببین تو قبلا اینجا اونجا برای دسیسه میسازن ها، منظورم دارم این نکات اشاره میکنم، در واقع میشه گفت در همون 2 هفته اول برای پلیس سوئد ماهیت این جنایتکار تثبیت شده است. خب حالا احتیاج به چی داره؟ احتیاج به سند داره. خب چه سندی بزرگتر از 1000 تا زندانی سیاسی و مهمتر از همه 100 تایی که خودشون با مشخصات و نام و نشان اینو دیدن و میشناسن ارائه داده شده. پس سید پلیس سوئد از این به بعد باید بیاد طبق قوانین خودش اینو پیش بره. چی کار میکنه؟ میاد در اینجا بررسی میکنه که اگه دقت کنین در کیفر خاص تقریبا از زمان مصدق داره میاد، حتی قبل از مصدق، 100 سال گذشته، حالا تمام
شاید اشکالاتی هم توش باشه، تاریخ ایران رو یه مرور میکنه میاد. ولی در اینجا که میاد از سال 40 سال گذشته یه چیزی خیلی برجسته است، سازمان مجاهدین خلق ایران. جالب اینه که در دادستانی سوئد مطرح میشه، میگه زمانی که خمینی به قدرت میرسه بلا فاصله نیروهای آزادیخواه در ایران از جمله سازمان مجاهدین شروع میکنن با مردمشون صحبت کردن و اینها پایگاه اجتماعی بالایی دارن. برمیگرده میگه آقای مسعود، میگه هم این صحبتش همینه، آقای مسعود رجوی، اینا داستانی سوئد میگه، من نمیگم ها، داستانی سوئد داره، من طبق پرونده داستانی سوئد میگم، آقای مسعود رجوی لیدر و رهبر سازمان مجاهدین این توانمندی رو داشت 500 هزار تا رو به خیابون بکشونه و اعتراضات خودش رو با یک تظاهرات مسالمت آمیز به خمینی اعلام بکنه برای بستن آزادی هایی که خمینی انجام داده بود. ولی خمینی اینها رو به دستگیر میکنه و به رگبار میبنده. اینا در دادستانی با این مضمون من دارم میگم. در نتیجه میاد قدرت و توانمندی مجاهدین، به خاطر این نکته ای که بود، محور اصلی کیس فقط مجاهدین هست. اگر مجاهدین در کیفرخواست امید نوری شرکت نمی کردن، 100% این نظر من نیست، نظر قانت وکلاست، حتی وکلایی که جدای از امثال مثل من فکر میکنن که حمید نوری هیچ دلیلی برای نگهداری حمید نوری دادگاه نمیدید، بلکه باید به این نقطه میرسید یک نیروی متشکل جدی مخالف رژیم از 40 سال پیش با این خمینی داره میجنگه، حتی اشاره به عملیات‌های بزرگ مجاهدین میکنه. اینکه کدوم کشورها مستقر بودن، گیرم در عراق یا هر جای دیگه، برای اینا مهم نیست. و اینه که این بعدن اومده رفته تمام اون نیرو اسرای که از این نیرو داشته، اصطلاحا حالا ما میگیم زندانی ها رو، اینها رو به تفکر این که به این نیرو علاقمند بودن و این نوع تفکر رو داشتن و به صرف ابراز تمایل به مجاهدین به جوخه اعدام سپرده. پس نکته ای که میگی چرا در سوئد و به چگونه در سوئد، بله منم فکر میکنم پس این دلیل این که نفس خود مجاهدین، ولی اینکه چرا سوئد به این رسیده بود که این جنایتکار همونه، دوم این که برای این لازم بود پایه‌های حقوقی بیاره و پایه‌های حقوقی همینی که برام خدمتتون میگم، برای این که بعد از 2014 بود اصلا بحث چی دیگه بود، قبل از 2014 است میاد میره در واقع یه نوعی اسرای قوانین و اسرای جنگی، فکر کنم اصل 3 و 75 یکی از کنوانسیون‌ها باشه، اونها رو به کار میبره. ولی مهمتر از همه این چرا در سوئد دستگیر میشه، همونطوری که گفتم چون که پروژه از قبل تعیین شده بود باید در سوئد میومد، چون که یه عنصر نفوذی و عامل خودش رو میتونست در اینجا عمل بکنه، ولی و این باعث شد که دستگیریش در اینجا شد و خوشبختانه هم دولت در این دادگاه، یعنی یه نوع به قول یکی از وکلای شریف ما آقای کنت لوئیس میگه که من که یعنی وکیل خیلی ورزیده ای هم هست، میگه در واقع محاکمه رژیم در این دادگاه، اینو ایشون داره میگه، ما نمیگیم، یه وکیل سعودی داره میگه، میگه رژیم ایران داره محاکمه میشه در این دادگاه. که اگر چه حمید نوری به عنوان یک جنایتکار بحثش جداست. بله ممنون. از عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، انشاءالله که ما و همینطور که گفتیم پس هویت اصلیش در واقع شاکی اصلی سازمان مجاهدینه در زیر این چیز در واقع محاکمه داره ادامه پیدا میکنه. نه همه چیز سازمان مجاهدینه، ما اگه موقع اصلی فرعی هم وجود داره، نه فرعی نداریم، همش یکیه، سازمان مجاهدین و هواداران سازمان مجاهدین و اعضای سازمان مجاهدین نبودن، چه خوب میشد اونها اجازه میدادن این پرونده ادامه پیدا میکرد. یعنی ما اگر امروز مجبور بودن با 100 تا 150 تا شاکی ماد بدیم به دادگاه، تماما اعضای سازمان مجاهدین و هواداران مجاهدین بودن. بله بله. اینی که مثل همه چی بیرون جور دیگه بخواد رژیم و عواملش اطلاع بدن، اون یه بحث دیگه است. امروز شما میدونید کرونا داره قتل عام میکنه مردم ماست رو، ولی یک جنایتکاری مثل خامنه‌ای میگه که یا عواملش میگن ما میخوایم به آمریکا هم واکسن صادر کنیم، میگه خب این دیگه میبخشید، اگر کسی بخواد این حماقت رو حتی استوب روش بزنه یا باید به
سلامت خودش شک بکنه یا باید یه جاییش به رژیم بند باشه. این که همه چیه این پرونده از الف یک تا صدش سازمان مجاهدین الان هم همینه. شما اگر تو صحنه ها رو میدیدین خانواده شما، ببین در زمان کرونا با تمام محدودیت ها بیش از هلوش 500 نفر کسایی که 8 ساعت اونجا خانواده پدران مادران، من مادر همدم رو میدیدم با دو تا شهید سه تا شهید دادن، نمیدونم خودش زندانی بودن بقیه بچه های زندانی بودن، بسیاری مادران دیگه یا کسایی که فرزندانشون رو دست داده بودن اونجا واسطاده بودن، خستگی نداشتن. او آدم خسته میشه به طور فیزیکی. چرا؟ چون که تازه یک بار فکر میکنن دارن اون خونهایی که از فرزندانشون به ناحق ریخته رو داره به ثمر میرسه، داره فریاد اونها که سعی کرده بودن در خفقان نگه دارن دارن جهانی میشه. امروز در این دادگاه قطعا پایان این دادگاه هرچی جلوتر میره محاکمه رژیم و این قدرت و به هر حال اون توانایی و اون جسارت و اون چیزی که اون سربداران در 33 سال پیش در زندان ها در خفای رژیم انجام داده بود امروز داره نمایان میشه، اگرچه خیلی از مواقع نمیخواستن بعضی ها هم گوش بکنن. بله بله، خیلی نکته جالبی رو گفتید. این مزدور نفوذی به همراه اون تلویزیون نمیدونم چی بگم که ساخته خودشون و رژیم و همه چی دست به دست هم دیگه دادن داشت توضیح میداد سعید بهبهانی از میهن تیوی که ما اینجا وایساده بودیم و وقتی که بارون گرفت تمام ما رفتیم توی سالن و عده دیگه ای هم که اونجا بودن و گروه های دیگه ای هم که بودن اونا هم رفتن و سازمان مجاهدین اومد جای ما رو گرفت و نشون میده که در زیر برف، بوران، سرما، گرما این سازمان مجاهدین و هوادارانشون برای تک به تک اعضای مقاومته که در هر لحظه در میدانه و هیچ وقت میدان رو خالی نمیکنه. از یک بارون بقیه فرار کردن، کسایی که حتی پول میگرفتن مثل همین مزدور نفوذی و تلویزیون معروفش، ولی حاضر نشدن یک لحظه زیر بارون بمونن، اما مجاهدین در هر لحظه و در هر شرایطی میمونن و تا به هدفشون که آزادی ملت ایران نرسن یک لحظه نمینشینن. و در واقع من فکر میکنم تمام این نیروها رو ما از تمام اون خونها میگیریم. من به نوبه خودم فکر میکنم در هر زمینه‌ای که هر جایی که صحبت میکنم در مورد این شهدا، این من نیستم که حرف میزنم، این اونها هستن که از گلوی من دارن استفاده میکنن و صداشون رو به مردم و دنیا میرسونن. ممنون از توضیحات خیلی خوبی که دادید. تا اینجا خب با خیلی توضیحات رو دادید، خیلی هم جامع بود. اگر لطف کنید من امروز یه مقاله‌ای نوشتم گذاشتم در سایت همبستگی ملی هست در همین نکته که اشاره میکنین، مزدوری و بیناموسی، چیزی که ما در زندان دقیقا بر سر مادرانمون، بر سر خواهرانمون، بر سر دختران زیر 14-15 ساله دشقین لاجوردی و لاجوردی ها انجام میدادن، های مستمری که میکردن، فرهنگ لومپن آخوندی که به کار میبردن و اون چیزی بود. امروز در اروپا در پایتخت سوئد جلو دادگاه و محاکمه یک جنایتکار از یک پاسدار دیگه، یک لومپن دیگه به نام سعید بهبهانی زد بیرون. من اونجا یک توضیحی در مورد مزدور و بیناموسی، یعنی واقعا اینا هیچی دیگه که ندارن و این اون خمیرمایه وجودیشون رو گذاشتن رو میز، توضیح دادم. بیشتر نمیخوام این بحث شما رو وارد بشم، اگر دوستان دوست دارن میتونن در اونجا مراجعه کنن. بفرمایید. ممنون. لطف کنید شما از این سه روز دادگاه، خب یه مختصری البته توضیح دادید که از تاریخچه ایران شروع کردن اینا، ولی در کل به کجا رسید این سه روز دادگاه و روندش چجوری خواهد بود، پروسه که طی خواهد کرد؟ این دادگاه همینطوری که میدونید تقریبا از 10 آگوست شروع شده تا اواسط آپریل 2022 ادامه داره، تقریبا طولش 8-9 ماه طول میکشه. دادگاه
با تعطیلات رو در نظر بگیریم که جای خودشه، تقریبا هفته ای 3 روز است، بعضی هفته ها هم 2 روز شده، ولی هفته ای 3 روز قاعدتا. در این دادگاه در 3 جلسه اول معمولا این مبنایی که من صرفا چون که خواستین توضیح دادگاه رو میگم، اگه نکته خودم داشته باشم خارج از این اشاره بکنم، دادگاه اومده یک مختصری از تاریخ در این در واقع در نهانیم صبح شروع میشد تا 4 بعد از ظهر، البته روز آخر 12 تعطیل شد به دلیلی که دادستان کار داشت و هر یک ساعت و نیم این دادگاه ادامه داشته، یه روبی توش استراحت میذاشتن به حساب بعد ادامه دار بود. یه مختصری از به حساب تاریخچه ایران رو اشاره کرد، بعد میاد میرسه شرایط بعد از انقلاب رو اشاره میکنه، اومدن خمینی روکار رو حساب میکنه و از اونجاست که میاد بحث بلافاصله بحث مجاهدین مطرح میشه دیگه. از اون روز اول میشه گفت وسطای روز دیگه بحث خمینی و جنگی که خمینی با مجاهدین شروع کرده بود و با مردم ایران و با روشنفکران ایران و با آزادی خواهان ایران، و اونجاست که قدم به قدم میاد و عملیات های مجاهدین رو اشاره میکنه. حتی بعضی ها هم میگه ما اینو رفتیم از گوگل پیدا کردیم اینو، یا مدارکی که ارائه میده، چون که بالاخره مسئول در قبال حرفاش. حتی مثلا میگیم یه جا میگه نکته ای رو مطرح میکنه، میگه ما سندی نداریم ولی گوگل اینو داره میگه، یعنی خودش نمیاد به عنوان صحت بذاره که این حرفشون هم درسته یا نه، این پایه ها رو میگه. بعد میاد چند تا نکته رو پیش میکشه و اون اینکه متکیه بر یه سری به حساب چند سال پیش ایران تریبونال چندین سال پیش یه سری مدارکی ارائه داده بود در رابطه با همین کشتار 67، البته اطلاعات چون با این حال اون موقع بود، یه سری به اونا میکنه، به تئوری جفری رابینسون اشاره میکنه، وکیلی که قاضی که فکر اشتباه نکنم هفته پیش مثل اینکه با آقای جعفرزاده نماینده شورای ملی مقاومت کتابی هم در آمریکا صحبتش بود، فکر کنم اگر اشتباه نکنم به اون، یعنی نه اون کتاب، به همون قاضی، یعنی از نظریات اون استفاده میکنه. بعد میاد برای یه سری پایه‌های مدارکی که به حساب عفو بین الملل ارائه داده، عفو بین الملل در سال 2013 مثل اینکه یه هیئتی میره در آلبانی و اونجا با بسیاری از اعضای مجاهدین، از چه زنان چه مردان، در اونجا برخورد میکنه، یه سری گزارشات به دست میاره از شکنجه هایی که شدن، اون مدارک رو استناد میکنه، کتابی که عفو بین الملل داده و گزارشات عفو بین الملل. یه بخشش هم میاد به شهادت ها و کتاب هایی که ارائه شده، از جمله به کتاب به حساب آقای محمود رویایی هست که از مجاهدین، و کتاب به نام آفتابکاران و کتاب حسین فارسیه، و این هاست که قبلا شهادت دادن. یه تعدادیش هم میاد به شهادت های بچه هایی که فرض مثل من یا غیره ای که قبلا این شهادت ها رو شناختمون رو به حمید نوری بوده. پس یه پایه اینطوری بگم بهتره، یه پایه چارچوب تئوری کیس داره یا قانون، بر چه قانون و فرضیه این کیس باید ارائه داده بشه که ما میتونیم حمید نوری رو به عنوان جنایتکار که اگر جنایتی در کشور دیگه انجام داده در اینجا طبق قوانین خودمون که یعنی سوئد منطبق بشه، و اسناد و مدارک. و یه نکته مهمتر از همه و یا بگیم قویتر از همه، زمانی هست که احتمالاً پایان این 3 روز آینده هم ادامه این کیس، از هفته بعد سعی میکنن با شاکی ها رو به دادگاه ببرن و اونجا شهادت هاست. حالا شما در نظر بگیر این شهادت ها که اکثرا یعنی همشون در واقع یه جورایی به جز اینکه 2 مورد اعضا و هواداران مجاهدینن، خب هیچ دیگه، نتیجهش معلومه چی خواهد شد، جز هویت مجاهدین، جز کسایی که اعدام شدن به دلیل ایستادگی بر اون آزادی خواهی که میخواستن. اصلا فتوای همین که شما میگی جالب اینه که مثلا روز دوم در دادگاه دقیقا قاضی اینو میخونه، میگه که یعنی داستانی سوئد، میگه که خمینی حکم داده برین در زندان ها و تمام کسانی که بر هویت مجاهد بودن، خودشون البته اون کلمه منافق رو به کار میبره خمینی در حکمش، اون حکم رسمی اعلام میکنه و پافشاری میکنن، همه اونا رو تعیین تکلیف کنه، یعنی به اعدام بسپرید. خب ببین اصلا مبناش اینه، حتی
تأکید بکنه که بعداً منتظری، اون نوار منتظری هست که چند سال پیش داده شده، تأیید میکنه که با این هیئت مرگ صحبت داره میکنه، همونها رو هم سند قرار داده. پس دادگاه سه روز اول هفته فقط داستان صحبت کرده، هیچ کس حق صحبتی نداشته و نباید صحبت میشد، و سه روز آینده هم که سه شنبه و پنج شنبه و جمعه آینده است همین روال ادامه داره. هفته بعد شاکی ها شروع میکنن که به جز دو سه مورد که همونجوری که اشاره کردم الان بحثم نیست، تمام شاهدین اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق هستن و اینها میرن شهرهاشون رو از اون چیزی که دیدن و قبلا در بازپرسی ها اعلام کردن یک بار دیگه نزد قضات میگن که این کسایی که رفتن چه هویتی داشتن، برای چی سر به دار شدن و برای چه عنصری واستادن و چه تعداد بودن. و اونجا به طور خاص مثل خود منی که حمید نوری جنایتکار رو دیدم، با روزش، مشخصش و مختصاتش هر کسی از هر زاویه که داره ارائه میدیم به دادگاه. این نتیجه کلیه. قطعا سوال جوابایی هم شاید باشه که ما باید منتظر مرحله به مرحله باشیم و یا اسنادی که بیشتر از این. یه نکته خیلی نکته ای که من فکر کنم قابل همه، دادگاه چند بار اشاره میکنه میگه ما خیلی چیزها از تلفن حمید نوری به دست آوردیم. نکته مهم اینه، خیلی چیزا به دست آوردیم و ارتباطات حمید نوری رو با بالایی‌هاش، یعنی حمید نوری در این تلفن همه این کسایی که امروز در قدرتن، اژه‌ای، رئیسی، ناصریان، نمیدونم فقط اسم خامنه‌ای رو من نشنیدم، حسیانیست نمیدونم، همه اینها یعنی نشون میده اطلاعات زیاده. حالا اینکه پلیس به هر دلیلی چه حدیشو بیرون میده، ولی اون چیزی که برای ما مهمه فکر کنم خوبه شنوندگانتون بدونن اینه که در این دو تا محور در این قضیه هست. چیزی در نوا تلفن حمید نوری مطرح میشه که حمید نوری یک ماه قبل از دستگیریش، ببین یک ماه قبل از دستگیری، اگه نوامبر دستگیر شده، خلاصه من بگم در تلفنش در واقع مدارکی اون میزانه که پلیس داره میگه، داستانی گفته و اومده رو پرونده، و اون این که یک ماه قبل از دستگیری این ارتباط ما بین حمید نوری و میبخشید یک سال قبل از دستگیری این ارتباط ما بین نوری و این فردی به نام ایرج مستاقی برقراره که در اونا ارتباطات اینا داره رد و بدل میشه. پس در نتیجه نکته‌ای که اینجا به حساب در پرونده خیلی چیزایی دیگه میتونیم ما باید منتظر باشیم که چه چیزایی دیگه تو این روند قضیه پیش میاد، به خاطر این شاید یه مقداری زود باشه قضاوتی روی سری مسائل در آینده، ولی اون چیزی که هرچی هست مطمئنن شکست رژیم و تمامی عواملش در ادامه این مسیر، امکان نداره کسی بتونه در قبال اون 30,000 خونی که ریخته شده سر به دار شدن کسی بتونه ازش بگذره. این به هیچ وجه ما به عنوان ایرانی نوزید به خودم اجازه نمیدیم به کسی، و قطعا هم رژیم هم با تمام ضعف و نابودی که داره نمیتونه. بفرمایید. دقیقا همینطوره. یه چیز جالب دیگه من چند وقت پیش شنیدم که گفتن که این همیشه منکر میشده که حمید عباسیه، گفته من حمید نوری هستم، ولی چند وقت پیش مثل این که نمیم تکس بود یا ایمیلی که دادگاه سوئد گفتش که با هر دو فامیل پیدا کرده توی تکستاش که حمید عباسی نوری، یعنی این ثابت میکنه که این فرد همون فرده. ببینید داستانی سوئد، اون چیزی که ما میفهمیم و اون چیزی که تا به حال گفته، میگه این بارها دفعات قبلم اومده رفته، هولوش میگن 7-8 بار این که خارج کشور اومده رفته. پس در نتیجه حتی اشاره کرده با هویت‌های دیگه اومده رفته، به هر حال مأمور اطلاعاتی جنایتکار رژیم میتونن با ده ها پاس ده ها عنوان بیان برن. اون چیزی که مسجله، باور کن لحظه ای که من اونجا نشسته بودم روز اول، این جنایتکار با دست بسته با زنجیر و پا دست به زنجیر، دستاش به زنجیر بود و پاهاش به زنجیر بود، میکشوندن میآوردن، چهره کریه اینو من میدیدم، جز ذلت، جز خاری و جز ضعف در درون این نبود. دقیقاً
نشون میداد یه روزی سران این که امروز رئیسی و خامنه‌ایه باید در یه دادگاه مردمی اینطوری بشینن جوابگو باشن. همون لحظه یاد اون سربداران میفتم، هر کدومشون لحظه آخر که اگر مطمئن بودن دارن میرن، چون که کسی معلوم نبود بمونه، میگفتن بچه ها اگه رفتین سلام ما رو به سازمان مجاهدین برسونین، سلام ما رو به مسعود رجوی برسونین. اون یه نگاه به نگاه به زندگیه، اوج شرف و آزادگی برای همه چیشون رو دادن برای آزادی مردمه. یک عنصر کثیفی که مثل نوری و بیرونش نمیخوایم مثلا وارد این صحبت بشیم، لومپنهایی مثل این نفوذی و مثل این تلویزیون وزارت اطلاعات اصطلاحاً میهنته بهبهانی میبینی که اونجوری خودش رو در صحنه زشت‌ترین شکل عیان میکنه. بله این ما و تفاوته که واقعا من خودم باید بعد از 40 سال هرچی بودن با این مبارزه در کنار این مقاومت تازه ارزش و جایگاه و سقف و بزرگی و اون ارزش های انسانی و مردمی مقاومت رو بیشتر باید درک کنیم. من یاد داریوش حنیفه میفتم که لحظه‌ای که داره میره با خوشحالی میگه حالا من اگر اعدام کنم ولی بچه ها فکر کنم باید برسن تهران، چون که فکر شنیده بود عملیاتی دقیقاً نمیدونست، یا اینکه نمیدونم از کدوم چیشون بگیم، یا اینکه اسدالله ستارنژاد دانش آموز 17 ساله بود دستگیر بود، لاغر خیلی ضعیف ولی کوه البرزم به قویه نبود، لحظه ای که داشت میرفت میگو میخوام برم پیش موسا، نمیدونم از کدوم یکی باید گفت. یعنی موسا سمبل در با اون دوران ایستادگی و مقاومت بود برای یک زندانی. اسم موسا رو به عنوان یک تکیهگاه مقاومت، اسم موسا که میومد یعنی ما هم میتونیم همه موسا بشیم، به خاطر اینکه باید اونو سمبل قرار بدیم. قطعا این تفاوت ها اینه دیگه، این ضعف و نابودی این عنصر جنایتکارو. شاید خیلی سخت بود، باور کنید من به عنوان زندانی تقریبا یه فاصله 5 متری چهره کریه اینو میدیدم، تحملش سخت بود، ولی این قطار اون سربداران، اون هزاران هزاری که باشون بودیم تو ذهنم میومد و چیزی جز مسئولیت و بار ادامه دادن راه اونا که راه آزادی بود احساس وظیفه میکنم باید بیشتر از اینا اون مسیر رو بریم. بفرمایید. دقیقا همینطوره، ممنون. میتونم بپرسم چه کسایی تو دادگاه میتونن حاضر بشن؟ آیا شما خودتون همین هر سه روز رو در دادگاه بودید؟ بله من هر سه روز تو دادگاه بودم و اتفاقا نکته‌ای که اشاره میکنین، ببین کسایی میتونن در دادگاه شرکت بکنن جزو شاکی ها باشن، یعنی جزو همون 20 خورده‌ای. خب تقریبا از 17 تا از اینا الان کجا؟ در آلبانی هست، پس قطعا نمیتونن باشن. بعضی هاشون در کشورهایی از جمله کانادا این ورورا نمیتونن باشن، یا بعضی که تو کشور اروپایی ان امکان اومدنشون فعلا براشون نبود. اجبار نیست که همه شاکی ها برن، میتونی شما بشینی میتونی نبشین. در نتیجه در اونجا به حساب 4 تا وکلای ما بودن، چون 4 تا وکیل هستن کلا، 4 تا وکلای یعنی 4 نفر مالی و 1 نفر نیستن، 4 نفرن که هر کدوم تعدادی پرونده زیر دستشونه. 4 تا وکلا بودن، 2 تا وکلای خود همین جنایتکار بودن که کنارش نشسته بودن و یه طرف میز هم اگه در نظر بگیریم پانلی رو یه مستطیلی رو در نظر بگیریم، یه ضلع مستطیل داستان قاضی ها نشستن، یه ضلع مستطیل به حساب داستان و همکارانشن، یه ضلع هم این جنایتکار با 2 تا وکیلش و یه ضلع دیگه‌ش هم که میشه گفت 2-3 تا مثلا ردیف صندلی هست وکلا نشستن، که همون ضلع جلوش آقای کنت لیویس بود، منو در کنار خودش نشونده بود، خانم گیتا بود، وکیل خود منم هست، وکیل خیلی توانمندیه، کنارش آقای بنک بود، اون نشون نشسته بود و 2 تا دوستان دیگه ما از جمله فکر کنم آقای رضا فلاح بود تونسته بود اومده بودن، فرصتی بود. یه مرحلهش آقای اکبر بندری بودن، یه مرحلهش آقای در حال این افراد میتونستن، دوستان ما که تونسته بودن امکان براشون اومده بود، یه تعدادی نشد تو دادگاه. بعد مشخصا در همون دادگاه یه تیکشی حالت به حساب یه دیوار شیشه‌ای بود، فاصله داشت، که تعدادی فکر کنم شاید 5-6 نفر بودن حدودا، خبرنگارایی که از قبل اجازه داشتن و
برای حضور در اون جلسه. در مجموع زیاد شلوغ بیشتر از این نمیتونست در این سالن. البته دو تا سالن دیگه درست کرده بودن، یک سالن دیگه‌اش فارسی ترجمه میکردن. دلیلش هم بود که سایی که احیانا 4-5 نفر هم اونجا بودن از اعضای همین خانواده شهدا یا شاکی ها بودن، و یک سالن هم عمومی تر بود که مقداری از ساخت جزء همون مجموعه بود ولی از ساختمون دور بود. کسایی که از قبل میتونستن بر فرصت داشته باشن یا وقت گرفته باشن بتونن تو اون سالن در حدی که اون سالن ظرفیت داشت بشینن برای گوش دادن به این آزاد بود، یعنی آزاد به صفت این بود، ولی در این سالن اصلی بیشتر از این افراد نمیتونستن. بله، فیلمبرداری و ویدئویی همه چی اینا ممنوع بود، کسی نباید چیزی میگرفتن جز ضوابط اولیه‌اش بود. و نکته جالب اینه که برای اینکه در این دادگاه شاکی ها حق دارن بدونن چی داره میگذره، در همون زمان مستقیم زمانی که مترجم ترجمه میکرد برای این جنایتکار، چون که این جنایتکار در واقع برایش دوتا مترجم فارسی بود، همون لحظه این ترجمه به آلبانی هم وصل بود. دوستان ما در آلبانی که اونجا بودن چک میکرد، میگفت خیلی خوب الان به آلبانی وصلیم، دوستان میشنن این صدای ما رو، اونا احتمالاً اون تعدادی که در آلبانی هستن اما اعدادی که حالا من دقیقش نمیدونم اونا شرکت دارن، اونا اوکی میدادن و اونها هم در جریان مجموعه دادگاه بودن. اینکه آیا تصاویری میدیدن یا نمیدن اینو من نمیدونم، ولی این چون که این خانم به حساب مترجمه اون وقت دست ما نشسته بودن میدیدن، مثلا با اونا هم چیز میکنه، چک میکنه، یعنی خود قاضی میخواست، خود قاضی محترم میخواست که اول چک کن با همه جا، بعد که میشد استارت کارو میزد. بله، یکی از دوستان پیام داده که آیا خود این جنایتکار قبول کرده در انتها که خودش همون حمید نوری هستش، همون حمید عباسی هستش؟ بعد از اینکه داستانی یه مقداری میخونه و مسائل رو میگه، این نمیپذیره، زیر بار نمیره که من به حساب این جرائم و به حساب انجام دادم، و ولی خب یه مقداری باید بیشتر جلو بریم که قطعاً چون که اینجا نه کابل و نه اون قپونی ها هست و نه اون آپولو هست و نه اون یه هفته 3-4 روز سر پا ایستادن ها هست و تیکه تیکه شدن ها تو شعبه هست و هر جنایتکاری اینجا رو که داره میبینه خب میتونه مدعی این باشه. اصلا این نه برای قاضی مهمه، نه برای داستان مهمه، نه برای من فکر نکنم، حدس من اینه که برای هیچ کس مهم نیست، این که بیاد بپذیره من همونم، ولی خب این کار که نمیکنه، میگه که من یه نواری هم جدیدن داره، میگه من تو سپاه بودم، تو قوه قضاییه بودم، تو زندان بودم، یعنی قضیه قسم حضرت عباسیه، خب اگه تو اینجا بودی همه هم تو رو میشناسن، تو اوین من یا اون رئیسش ناصری هم برمیگرده میگه که یه کارمند من در داستانی بوده، در اداره اجرای احکام بوده، در حال این زیاد اصلا موضوعیتی برای دادگاه هم نداره. حالا نکته که اشاره کردیم جالبه، زمانی که خانواده شهدا، هواداران مجاهدین در بیرون شعار میدادن، اون فریاد خودشون، خشم انقلابی خودشون رو میگفتن، ما که در اون بالا نشسته بودیم طبقه سوم صدا میومد، و این صدا هر باری که این صدا میومد مرگ دشخیمو در حال تداعی میکرد. این بود که این یه دفعه تعادلش رو از دست میده، برمیگرده به از توسط وکیلش به داستان میگه که اینها من نمیتونم، اینا تمام تعادل منو به هم ریختن، تعادل این و رژیمش سالها به هم ریخته شده است، از اون روزی که مردم در قبال کلمه آزادی در قبال خود خمینی ایستادن. بعد تو اون نقطه برمیگرده میگه اینا ایرانی ان، این حرفا رو دارن میزنن، من میفهمم، من دارم شکنجه میشم. یکی از وکلای شرافتمند آقای کنت لوئیس یک الی دو کلمه صحبت میکنه، بیشتر نه، ولی خود این کتابه، نگاه به قاضی میکنه و یه نگاه به این دشخیم، سری تکون میده، میگه این شکنجه است. خب همه اونایی که اونجا نشستن، داستان و بقیه هیئت جوری میفهمن این چی داره میگه، و آقای کنت لوئیس بلند میشه میان پایین و یه رست استراحت کوتاهی میدن، قاضی هم در حال میگن برای اینکه میاد پایین، آقای کنت لوئیس از دوستان ما درخواست میکنه، میگه برای اینکه بتونیم به حساب ادامه پیدا بکنه خود شعارا رو آروم‌تر. موقعی که برمیگرده به قاضی میگه که من به دوستانم گفتم که ایشون وکیل دیگه، میگه من به دوستانم گفتم که
آرومتر شعار میدن شما دادگاه رو بتونید ادامه بدید. یعنی دشخیم به دلیل ضعفش دنبال بهانه‌ای بود که بتونه به اصطلاح خودش در روند کار خلأ ایجاد بکنه. همین کاری که هم دست خودش، هم پیالگی خودش، هم بساطی خودش، اون مزدور نفوذی و اون بهبهانی تو صحنه انجام میده با اون شکل زشت و کریهی که میخواد فضا رو خراب بکنه و جلسه ادامه پیدا میکنه. یعنی در مجموع بله، معنی شکنجه همینجا معانی دیگه ای پیدا کرد. یادشون رفته که چندین ساعت در روز و برای فکر میکنم یه دو سالی سه سالی بودش که ما رو میشوندن توی راهروهای زندان قزلحصار و حسینیه اوین و چرندیات خودشون رو چجوری به زبون میابردن که آدم شرم میکرد که اصلا گوش کنه به این حرفا، و چجوری با 320 بلنگو به مدت دو سال، نزدیک دو سال در اشرف سه، در اشرف یک و لیبرتی مجاهدین رو شکنجه و آزار میدادن به اسم خانواده. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. ممنون از تمام توضیحاتی که دادید. امیدواریم که در نوبت‌های آینده ما بتونیم از دیده‌ها و شنیده‌های شما در دادگاه استفاده کنیم. و با تشکر از با اینکه میدونم که کسالت داشتید ولی دعوت ما رو پذیرفتید، میدونم که نام اون شهدا و عهد و پیمانی که با اونا بستیم به شما انرژی و نیرو میده و نگرتون میداره هرچه قدرتمندتر برای رسوندن صدای اونها. با تشکر از شما. فکر میکنم من سوالی دریافت نکردم از دوستان، ولی اگر سوالی هست ما در خدمتشون هستیم. ظاهرا سوالی نیست. ممنون از شما آقای مرندی، با تشکر از شما و به امید دیدار مجددتون. خدا نگهدارید. میکنم یه فرصت رو به من دادین و امیدوارم که بتونیم همه با هم عاقبت سرانجام این دادگاه که قطعا سرانجام حداقل بخشی از محاکمه این رژیم خواهد بود و به پیش ببریم که بتونیم به جنبش دادخواهی که محاکمه سران رژیم هر چیز زودتر نزدیک بشه. با تشکر. به امید خدا.